در رابطه با نمایش انتخابات رژیم، عده‌ای در داخل رژیم میگن که همین که خامنه ای پزشکیان رو رد صلاحیت نکرده، علامت اینه که رژیم داره گشایشی ایجاد میکنه. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای مهدی سامه، سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مسئول کمیسیون صنایع در شورای ملی مقاومت ایران. آقای سامه، سلام میکنم خدمت شما، تشکر از حضورتون. منم به شما و به بینندگان و شنوندگان عزیز سلام میکنم و در خدمتتونم. آقای سامه، به نظر شما آیا این حرف درسته و از ترکیب تایید شدگان خامنه ای گشایشی حاصل میشه؟ ببینید، برای پاسخ به این سوال اولین مسئله اینه که این شعبده موسوم به انتخابات در چه شرایطی برگزار میشه. یک شرایط خاصیه که رئیس جمهور بسیار مورد تایید ولی فقیه به هلاکت رسیده و دیگه عنصری مثل اون ولی فقیه نداره. این خب یک ضربه جدی بوده و خواهانخواه اثرات خودش رو خواهد داشت. این نکته اول. نکته دوم، باید دید اونهایی که میگن گشایش، تعریفشون از گشایش چیه. مثلا اگر که فرض کنیم زاکانی 10,000 درخت در پارک‌های تهران را قطع می‌کرد، یکی دیگه بیاد 5 تا یا 7,000 تا قطع کنه، خب این مثلا یه گشایشه. یا اگر مثلا توی هرم قدرت 15 تا مثلا از اون جناح بوده، الان اون 15 تا مثلا 2 تاشون 3 تاشون عوض بشه به جای اون، یا اصلا یه ترکیبی در قسمت بالایی هرم قدرت به وجود بیاد، آیا این گشایشه؟ اینها ممکنه اسمشو بذارن گشایش، ولی اینها گشایش نیست. اینها یک تقسیماتی بوده که بر اساس قدرت و ثروت در دوره‌هایی در جمهوری اسلامی بین باندهای رژیم صورت گرفته. ولی اگر گشایش منظور اینه که روزنه‌هایی به سود مردم ایجاد بشه، یعنی مثلا اشتغال رو بیشتر کنه، اختلاف طبقاتی کمتر کنه، مسئله آب رو حل کنه، از این سرکوب‌های بی‌رحمانه دست برداره، اینترنت رو به اصطلاح آزاد کنه، اگر این موارد هست که به نظر من چنین چیزی امکان نداره. حالا چرا امکان نداره؟ باید دید خب کسی که انتخاب میشه در این مقام چه موقعیتی داره. اولا که خب ملتزم به اصل استبداد مذهبی ولایت فقیه. دوم که 5 تا وزیرم که خودش نمیتونه تعیین کنه، مثل وزارت خارجه و وزارت کشور و وزارت علوم و چند تا دیگه، خب اینا نمیتونه تعیین کنه. سومی که با مجلس طرفه، مجلسی که خب قانونی تصویب میکنه که شورای نگهبان باید تعیین کنه، شورای نگهبان هم که تحت کنترل خامنه ایه، بنابراین رئیس جمهور حتی بودجه هم تمام بودجه رو در اختیار نداره. یک بودجه مخفی وجود داره که کسی هم نمیدونه این بودجه چیه، کجا هست و چگونه خرج میشه. و از طرف دیگه نیروهای سرکوب هم در اختیارش نیست، سپاه هم در اختیارش نیست، ارتش هم در اختیارش نیست. یعنی درسته میگن مقام دوم، ولی مقام دوم نیست، در واقع یک مقامی مثل مقام های دیگه، یک حوزه از اختیارات در مسئله بودجه و اجرای بودجه داره. حالا دیدین که در روزهایی که شعبده انتخابات مجلس جریان بود، میگفتن باید پیدا کنیم کسانی که کمتر میدوزن، ولی خب اگر کمتر میدوزدن این تحقق پیدا کنه، مثلا به جای 3 میلیارد مثلا 1 میلیارد به دوزه طرف، خب اگه اسم این گشایشه میتونه اسمشو گذاشت گشایش، ولی چنین چیزی به نظر من عملی نیست. و ولی یک نکته اینجا وجود داره که قابل بحثه. من تا این لحظه که خدمت شما هستم نمیدونم که کاندید خامنه ای کیه، یعنی خامنه ای بالاخره یه رأی داره دیگه، یک رأی را میریزه، این کیه من نمیدونم از این 6 تا. اما اگر که این اگر اول، اگر که در بین این 6 تا بذارن رقابت آزاد باشد، اگر دست در رأی ها نبرند، اگر دست روی این رأی ها نبرند مثل مثلا سال 88، و اگر که به مساوات
در واقع نسبتش تغییر بدن، یعنی قدر مطلق رو نمیتونن، قدر مطلق رو تغییر میدن. قدر مطلق یعنی مثلا فرض کنید اگر که 5 میلیون شرکت میکنن میگن 25 میلیون شرکت کردن، اینو نمی، اینو همیشه این کارو کردن. ولی اگر نسبتش تغییر ندن در اون اتاق تنظیمی آرا، و اگر این چند تا اگر که گفتم رو توجه کنید، و اگر که از صندوق کسی در بیاد که اون رأی خامنه ای نیست، خب اینا میشه به یکی از عوارض به هلاکت رسیدن رئیسی تلقی کرد. بله، خیلی تشکر میکنم آقای استامه از توضیحات ارزندهتون و از اینکه فرصتی دادیم به ما که از صحبتتون استفاده کنیم. من همه شما سپاسگزارم.